سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در تمامی برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر طبق معمول همه شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک، و البته بایست یک درود تازه تر محضر عزیزانی ارائه کنم که در شهر شبکه ها به غایت بنده حقیر رو مرهون مهر خویش میکنند و با ارسال و ارائه پیام های پیاپی و بیشمار مشخصا در کلاب هاوس و همینطور در اینستاگرام و توییتر بی نهایت بنده حقیر رو مرهون منت مهر خودشون میکنند. و جا داشت من بعضا یادم نمیاد که در خلال برنامه بایستی اشاره میکردم، اتفاقا امروز در برنامه امشب تشخیص دادم که این رو اشاره کنم، چرا که با حجم پیام های زیادی در به قول کلاب هاوسی ها بک چنل در بخش پیام ها و جعبه پیام کلاب هاوس مواجه شده بودم. علی ای حال برنامه امشب پنجشنبه 27 آبان ماه ایرانی برابر با 18 نوامبر 2021 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموعه مطالب منتخب عمدتا برگرفته از مطبوعات چاپ تهران و البته از سایر رسانه ها. رسانه های چاپ تهران به طور یک دست و همگی و یک پارچه به انعکاس اظهارات آیت الله علی خامنه ای کشیده بودند و گزارش یک صفحه یک خود رو عمدتا به این موضوع اختصاص داده بودند، البته با خانش هایی نسبتا متفاوت. یکی از خانش هایی که به هر روی برخی از روزنامه‌های نزدیکتر به طیف خامنه ای به آن کشیده بودند، اون به وجه هشدار باش ماجرا بود. خب آقای خامنه ای گویا با جمعی از جوانان نخبه دیدار کرد و خیانت دانست، کسایی که به ترک میهن یا به تعبیر دیگر به فرایند فرار مغزها، بدون ذکر این کلمه البته، ایشون اشاره به این واژه نکرد، گفت این کار خیانت کسایی که بخوان جوانان رو تشویق کنن که از کشور خارج شوند، و صحبت های خیلی زیادی که من بخشایی از اون رو خواهم خواند. از جمله نکته که گفته بود بحث غفلت مسئولان رو اشاره کرده بود که منجر به غارت می شود. این گزاره رو روزنامه وطن امروز شما رو می بینید، غفلت کنیم غارت می شویم، این همون تیترها و ادبیات همیشگی این روزنامه که مثلا می گفت که نزنیم می خوریم، ادبیاتی که مثلا در رابطه با جنگ آفرینی یا ستیز گستری، خصومت گستری، یا الان می گفته که غفلت کنیم مثلا غارت می شویم. این روزنامه به انعکاس بخشی از اظهارات آقای خامنه ای در دیدار نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی اشاره کرده بود که آقای خامنه ای غفلت و غارت رو دو هدف مکمل استعمارگران از القای ناتوانی در ملت‌ها برشمرده بود. آقای خامنه ای رهبری جمهوری اسلامی در این نشست گفته بود که اینکه عناصری در بعضی دانشگاه‌ها جوان نخبه رو از آینده مایوس و او رو به ترک میهن تشویق میکنند، صریحا خیانت به کشور و دشمنی با آن هستش. حسب گزارش منتشر شده در بسیاری از این روزنامه ها، آقای خامنه‌ای گفته بود که مسئله هوش مصنوعی در اداره آینده دنیا نقش دارد و باید به گونه‌ای عمل کنیم که ایران جزو 10 کشور برتر هوش مصنوعی در دنیا قرار گیرد. یه وقت هستش که یک دانشجویی بر اساس نیازهاش، بر اساس نیازهای فکریش و بعض خانوادگیش مایل بره در یک کشوری تحصیل کنه، این اشکالی نداره. یعنی ما بنده بارها گفتم این مانعی نداره، عمده این است که فراموش نکنه که بدهکار کشورش هست و درس بخونن برگردن بیان. لکن اون چیزی که اشکال دارد مهاجر فرستی است. به منده گزارش دادن، البته مال امروز هم نیست، مدت هاست یه چنین چیزی وجود داره. در بعضی از دانشگاه ها عناصری هستن که جوان نخبه رو تشویق میکنن به ترک کشور. من صریح میگم این خیانت، این خیانت، این دشمنی با کشور، دوستیه با اون جوانم نیست. امروز در کشور ما جوانهای نخبه میتونن رشد کنن و در برههایی هم میتونن برن از یک کشور دیگه استفاده کنن و برگردن. اما اینکه ما یک جوانی رو نسبت به آینده کشور ناامید کنیم، دل سرد کنیم، آینده تلخ و سیاه به اون نشان بدیم که او برو مهاجرت کنه، این رو من واقعا یه خیانت میدونم، بایستی دنبال کنیم.
خب من به تحلیل محتوای اظهارات آقای خامنه‌ای به چند گذاره خواهم پرداخت. اولا مایلم که یه چند تا روزنامه رو ببینیم، روزنامه‌هایی که تا حدودی انعکاس دهنده دیدگاه های آقای خامنه‌ای هستن، مثل کیهان شما رو می‌بینید که ایشان گفته ملت ایران بالقوه نخبه هستش و غفلت از استعدادها نقشه استعمار هستش. خب تأکید بر این که ملت ایران بالقوه نخبه هست خب میتونه خانش‌های زیادی رو بگیره که در دنیای امروز نوع آدمیان و بشر دچار برتری های نژادی نیستن یا برتری های هوشی مشخص نیستن، بسترهای محیطی است که قابلیت های اکتسابی در آدمیان رو بارورتر میکنه و اون میتونه منجر به شکوفایی یک جامعه شبه. از اینکه لزوما مثلا ملت بورکینافاسو یا ملتی دیگر بالقوه نخبه نباشن و ملت مثلا بریتانیا نخبه باشن، در علم مدرن رد نژادگرایانه اینها جایگاهی نداره. علی‌ای حال جمعی از میهن مداران با خانش‌های ابزاری از قابلیت شهروندان خودشون مثل جمهوری اسلامی تلاش میکنن که با برجسته کردن عبارات ستایشگرایانه از یک جامعه اینگونه القا کنن که این ملت نسبت به ملت دیگر مثلا متمایز هست یا منفکه. اما چیزی رو که من میخوام در این رابطه مشخص به اظهارات ایشون اشاره کنم این که فرار مغزها خب دیریست که دامن ایران رو گرفته و بسیاری از جوانان ایرانی و حتی نخبگان ایرانی بعد از اتمام تحصیلات راهی کشورهای دوردست میشوند و به نحوی از آنها عبارت فرار مغزها، کوچ IQ ها و کوچ نیروهای انسانی یک امر دیرپایی شده در جمهوری اسلامی. اولین بار خود آیت الله خمینی با لحن و لسانی بسیار تند، زننده، گزنده و ناقدانه بیان که بخواهد موضعی مطلوب و نوازشگرایانه داشته باشد گفت اصلا همه بذار برن، یعنی خانه رو خالی کردن با تفکر خود آقای خمینی کلید خورده. خطر دانشگاه از خطر بام خوشه‌ای بالاتر است. باید تهذیب بشن اینها، باید اشخاص متعهد چه در دانشگاه کمر خودشون را محکم ببندند برای اصلاح. در ادامه ماجرا آقای مصطفی معین بود به یاد داریم که نامه‌ای زده به رهبری ایران و از حجم بسیار تکان دهنده آمار فرار مغزهای ایران اشاره کرده بود که همه شما هموطنان عزیز، کسانی که به طور مشخص در کشورهای امریکای شمالی، در اروپا زندگی میکنید، دارید میبینید که دانشگاه ها چقدر میزبان جوانان ایرانی تحصیل کرده در واقع فرار کرده از جمهوری اسلامی است. نکته دیگری که من بایستی به اون اشاره کنم، آقای خامنه‌ای باز انگشت تأکید رو بر استعمارگران به تعبیری نشانه گرفته بود، به مقوله جواهر لعل نهرو در هند اشاره کرده بود که مثلا انگلیسی ها میخواستن اینگونه القا کنند که هندی ها قابلیت فزاته ندارند و عنصر و مقوله ناتوانی فزاته رو به جامعهشون تلقین میکردن و گفت که این روند برای ایران از سوی استعمارگران داره در پیش گرفته میشه. حالا من باید اشاره کنم که این گونه لزوما نیست. اتفاقا کشورهای غربی، کسایی که میزبان جوانان فرار کرده از جور جمهوری اسلامی هستند، با نهایت احترام و با آگاهی بر اینکه ایرانیان در حوزه دانشگستری و دانش آموزی و تحصیل آموزی ملتی پیشرو هستند، نه لزوما منفک از دیگر ملت ها، از اینکه ملت پیشرو هستن خودشون تاکید دارن. خیلی عذرخواهی میکنم به یک لحظه، خودشون تاکید دارن و این موضوع رو برجسته کردن. اما چیزی رو که آقای خامنه‌ای به اون در واقع خودش غفلت کرد، هرچند گفته که غفلت از قابلیت ها عامل غارت خواهد شد، چیزی رو که خودش غفلت کرده، بستری که در جمهوری اسلامی علیه همه شهروندان ایجاد شده، به طور مشخص ستیزی که با نخبگان پدیدار شده. ما الان چندین نخبه ما در زندان هستن، آقای مرادی یونسی عزیز پسر جوان نخبه اولمپیادی تو زندان هست، ما نخبگان ما در هواپیمایی اوکراین مشخصا با شلیک هوا موشک نیروهای سازمان اطلاعات سپاه و هوافضای سپاه، به هر روی چیزی که تا اینجا گفته شد
کشته شدن، ما نخبگان ما اونقدر در زندان ها زیاد شده بودن که در افواه و افکار عمومی شهروندان ایرانی صریحا میگفتن که هرچه استاد دانشگاه و مدرس هست و دانشجوهای نخبه هست در زندان اوین هستند و هرچه غارتگران اموال عمومی هستند در طبقه حاکم هستند. اینها رو آقای خامنه ای هیچ اشاره‌ای نکرده و اینها همون سخنانی است که در سطح جامعه ما از سوی مردم ایران میبینیم و میشنویم که به درستی رویاروی اظهارات آیت الله علی خامنه ای است. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با سایر مطالب منتخب. بعد از اظهارات آقای خامنه‌ای در رابطه با فرار مغزها که البته گفتم این عبارت رو به کار نبرد و در جمع دانشجویان نخبه، مقوله ورود خودرو مهمترین موضوعی بوده که بر صد بسیاری از روزنامه ها منتشر شده بود. تمامی روزنامه ها همون گونه که اشاره کردم بعد از مقوله اظهارات آقای خامنه‌ای به آزادسازی مشروط واردات خودرو از مجلس پرداخته بودند. به نحوی از آنها سعی داشتن با بکارگیری واژگان مشخص به نحوی اون رسوایی پیشینی خودشون رو که خب آگاهی دارید که مجلسیان و نهادهای جمهوری اسلامی در تصمیم سازی برای تمشیت امور جامعه برای مدیریت سیاسی دچار سرگردانی هستند، اصولا پلنها و برنامه های دراز مدت مشخص ندارند، حتی برنامه های کوتاه مدت و میان مدت ندارند، به شکل آزمون و خطا کشور رو مدیریت میکنند در مقطعی برای شکستن مقوله انحصار و زرندوزی صاحبان خودرو سعی کرده بودند که این رو به تعبیری یعنی ورود خودرو رو ممنوع کنند، به یک بار الان تغییر قانون دادند و چون این دوگانگی ها در عرصه تصمیم سازی مردان جمهوری اسلامی و نهادها نشانی از ناکارآمدی مدیریتی است، سعی می کنند که این موضوعات رو به نحوی با انتصاب و چیدمان واژگان مشخص زهر اون رسوایی رو بکاهند. خب در دو سه روز گذشته دیدیم که بحث ارز 4200 تومانی که خواستن حذف کنند مجلس مخالفت کرد، در حالی که طیف فکری مجلسیان آقا، مجلسیان موسوم به انقلابی آقا و همینطور دولت همه یک دست علیه دولت روحانی میتاختند که ارز 4200 تومانی که ارز در واقع موازی با ارزهای نیمایی و جهانگیری بوده، این ارز خودش منشأ فساد و گرانی است. اومدن این رو حذف کنن نتونستن. روزنامه هایی که پیشتر منتقد ارزهای 4200 تومانی بودن برای کاهش اون رسوایی اومدن تیت زدن که اصلاح سازی تدریجی مقوله ارز. الان در مقوله خودرو میبینیم که روزنامه عصر ایرانی شما الان دارید میبینید مجلس مصمم بر واردات هدفمند خودرو، با بکارگیری برخی از واژه ها و با تبصر ماده افزودن ها حول موضوعات اون رسوایی و ناکارآمدی خودشون رو سعی میکنن که پوشش بدن و لاپوشانی کنن تا به گمان خودشون مردم متوجه نشوند. این فارغ از اینی که افکار عمومی ایران رنجی رو که مسئولان جمهوری اسلامی با تصمیم های نابخردانه خودشون اتخاذ میکنن در زندگی روزانه خودشون تجربه میکنن و این تجربه زیسته رو نمیتوان با ترکیب واژگان، با تحریف واژگان در صدر رسانه ها در واقع تغییر داد. خب خبرها و نظرها رو من دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. روزنامه شرق نگاه دیگری به مقوله فرمان ورود خود رو داشت، شکستن انحصار یا انحصار تازه. روزنامه شرق از جمله روزنامه های تحلیلی هست که تا حدودی منتقد وضعیت موجوده، بعضن یک لایه های پنهانتر ماجرا و سیاست گذاری ها رو منعکس می کند. چیزی رو که من اشاره کردم در چند گذاره اتفاقا روزنامه شرقم به نحوی از آنها با لسان من همسانی داشت، جایی که اشاره کرد که مدتیست ناگزیر در ابتدای هر خبری باید نوشت ماجرای دنباله دار یا عجیب یا پر ابهام. دقیقا همینطوره، ماجراهای ابهام، عجیب. البته از منظر من که عجیب نیست، چرا که مدیریت جمهوری اسلامی در تمام طول 14 عجیب و غیر متعارفه، اصلا بدون هیچ گونه نقد
توهینی، تمام مسائل و مصائبی که بر جامعه ایران داره تحمیل میشه برآمده از تصمیم سازی هایی است که از یک مدل غیر متعارف مدیریتی است. یعنی خودشون هم میگن که ما با کل جهان متفاوتیم و اما این تفاوت رو اینها امتیاز مثبت میبینند. اما فارغ از این که در دنیای مدل مدیریتی و به سامانه کردن امور بشر، بشر ایرانی با بشر جاهای دیگر متفاوت نیست و نیازهای مشترک داره و قطعا مدل‌ها و سازمان‌های مدیریتی هم برگرفته از تجارب دیگر ملت هست. بدین روی بود که من تأکید کردم که جمهوری اسلامی امر غیر متعارفی و طبیعتا این غیر متعارف بودن تبعاتی رو بر جامعه ایران نیز تحمیل میکنه. علی ای حال همون گونه که اشاره کردم، روزنامه شرق اشاره کرد که مدتی است ناگزیر در ابتدای هر خبری بایستی نوشت ماجرای دنباله دار یا عجیب یا پر ابهام، شاید هم هر سه، چنانچه درباره آزادی واردات خودرو می شود نوشت. مجلس روز چهارشنبه 26 آبان یعنی دیروز طرحی را که دوبار از سوی شورای نگهبان رد شد بار دیگر اصلاح و تصویب کرد. طرحی برای آزادی واردات خودرو که جدیدترین نسخه آن با اصلاح ماده 4 به این شکل در آمده: هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیروی محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند. دقیقا یک انحصار تازه. این چیز عجیبی نیست. این بررسی رابطه مافیا سالار نهادهای حکومتی است. تلاش میکنن، حالا شورای نگهبانم که اون بالاست دوبار رد میکنه به اصطلاح، نهایتاً با به تعبیر خودشون دم همدیگر رو گرم کردن و دیدن، نهایتاً به این نتیجه میرسن که در نوع تغییر قانون هست که تأمین منافع گروه های مشخص صورت میگیرد و این در واقع پیشتر با تبصر ماده مثل اینکه واردات موضوع این ماده نباید هیچ تعهد ارزی جدید برای کشور ایجاد کنه، الان میبینیم که اینجوری تغییر دادن که با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخصهای کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها به صورت سالانه توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد. جالب اینجا بود که می‌دیدم آقای قالیباف که در واقع مهمترین سخنران آن بوده در رابطه با دلایل آزادسازی خودرو صحبت می‌کرد در جلسه علنی روز گذشته، که خیلی با ادبیات طرفداران بازار آزاد و لیبرالی از انحصار شکنی در بازار خودرو سخن گفته بود. قالیباف همچنین واردات خودرو رو در جهت اشتغال زایی دانست و گفته بود چون ما نیروی کار ارزان داریم و با دانش فنی می توانیم محصولات با استانداردهای جهانی تولید کنیم، که این بخش از اظهارات آقای قالیباف در ادامه همون شیوه مدیریتی و تغییرات آنی مدیران جمهوری اسلامی است که هر از گاهی لازم باشد ارزش هایی رو که پیشتر تعیین کرده بودند، ارزش ها رو نادیده می گیرند در راستای خروج از بحران هایی که براشون ایجاد میشه، در راستای دستیابی به اهداف مالی که خیلی دیگه فساد گستری در دولت‌های موسوم به ارزشی همواره ما دیدیم که شتاب بیشتری داشت. من چند مرتبه اشاره کنم، آقای مجتهد شبستری، همون مرد آذربایجان شرقی که سالیانی معتمد خامنه‌ای بوده، تو عضو خبرگان رهبری بوده، یک مقطع مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت، ایشون درگذشت و دیدم روزنامه هم زده بودن آقای خامنه‌ای هم براش بیانیه تسلیت داده بود. نکته جالب توجه از این مرد این که بایستی اشاره کنم که آقای شبستری از سال 73 تا 96 با حکم خود خامنه ای امام جمعه تبریز و نماینده او در استان آذربایجان شرقی بوده. ایشان در دور اول، دوم، چهارم و پنجم مجلس حضور داشت. از خانواده مجتهد شبستری به عنوان پرنفوذترین افراد در استان آذربایجان شرقی در 3 دهه گذشته یاد میشه. در واقع همون گونه که اشاره کردم، یک نکته قابل توجه در پرونده این فقیه تازه در گذشته که گویا با مرگ ایست قلبی در گذشت، این که هم ایشون کسی بوده که، حالا بحث خودرو هم شده امشب، ایشون کسی بوده که در یک اظهار موضع عجیب گفته بود که بسیار زننده هست و بسیار جای درد هست که چرا ایرانی ها بایستی سوار خودروهای خارجی بشن در حالی که ما تولیدات داخلی خودمون رو داریم، و از استفاده ایرانی ها از خودروهای خارجی انتقاد همیشگی داشت. حالا در پس اهداف ایشان هم به نحوی از آنها اهداف زرندوزی و انباشت مال به نفع نهله ها و مافیاهای همتراز خود بوده یا خیر دیگر از این دنیا رفته، و من اصولا در دنیای اخلاق حتی پس از
مرگ بدکاران هم تلاش میکنم که مقدار تحلیل های ناقدانه خودم رو تعدیل کنم. یک مطلب دیگر بسیار جالب بودی که حالا فردا من احتمالاً تکمیلی‌ترش ارائه خواهم کرد. خب دو تا وزیر آموزش و پرورش پیشنهادی رئیسی رأی نیاوردن در مجلس. امروز آقای رئیسی وزیر سوم پیشنهادی خودش رو معرفی کرده و خیلی جالب بود برای من که میخوام بگم که شیوه های مدیریت جمهوری اسلامی و نظام سیاسی ایران اصولاً به سمت نوعی مضحکه و کامیک و ملودرام تاریخی جلو میره. واقعا هم تلخی های خودشو داره، خب هم به هر روی مضحکه و مزاح آمیز شده. وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش ایران راهپیمایی 40 رو جزو رزومه کاری خود بیان کرد. یعنی اینا که هستن که پیاده روی میکنن میرن برای 40 و برای کربلا و اینها، این رو جزو رزومه کاری خودش مطرح کرده. وزیر آموزش و پرورش یک مملکت، یک ملت 85 میلیونی در آستانه 90 میلیونی شاید ایران عزیز، و ایشون میگه پیاده روی کرده رفته به سمت کربلا، این رو جزو رزومه و پیشینه کاری خودش مطرح کرده. صعب روزی، بلعجب کاری، پریشان عالمی است. دیگر در این رابطه مشخص واقعا نکته دیگری نیست که من بیفزایم، چنان که اون گزاره قبلی، گزینه قبلی آموزش و پرورشی هم دیدیم که یک به تعبیری مدرک فقهی رو مطرح کرده بود به عنوان رزومه کاری خودش که از سوی خود فقیهان رد شده بود. گفت این یک مدرک مجعول هست و این عبارت جعلی است، که ایشون رو الان میبینیم در دنیای ایدئولوژی زده ی حاکمیت جمهوری اسلامی که من اسمش رو نه حکومت دینداران بلکه حکومت دینکاران میذارم، چرا که از راه دین کار میکنند و سقف معیشت بر ستون شریعت بنا کرده اند. اینجا بایستی اشاره کنم که پیاده روی به سمت کربلا رو وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران به مثابه یک قابلیت و رزومه کاری خودش بیان میکند. یعنی این که در کشورهای آزاد یک وزیری بیسبال یا گلف بازی میکنه بخواد وزیر آموزش و پرورش بشه در کشور کانادا، هاکی روی یخ، هاکی روی چمن، این رو به عنوان رزومه کاری خودش به عنوان وزیر بهداشت یا وزیر آموزش و پرورش بزند، قطعا پذیرفتنی نخواهد بود. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.